بینندگان عزیز و گرامی با سلام بسیار گرم و درود فراوان به حضور شما از اینکه بار دیگر به برنامه ما توجه فرمودید بسیار سپاسگزاری میکنم کنم. میهمان عزیز ما امروز خانم دکتر فرح دوستار هستند. خانم دکتر دوستار خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما را قبول کردید و امروز به برنامه ما ملحق شدید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش وقتم که یک بار دیگه سعادت این رو داشتم که در برنامه شما شرکت کنم. خواهش می خیلی محبت کردید. خانم دوستار در چندین برنامه های گذشته تلویزیون آینه باهای شرکت فرمودن و من شکی ندارم که بسیاری از شما ایزان با چهره ایشان آشنا هستید ایشون استاد علوم سیاسی هستند نویسندهی بسیار پرکار و توانا هستند و مقالات و آثار متعددی از ایشون به زبانهای مختلف منتشر شده موضوعی که با ایشون امروز به صحبت نشستیم مفهوم وحدت در کسرت است. این مفهوم وحدت در کسرت حالا نمیدونم این سالهای اخیر یه قطعی خانم دکتر دوستار مد شده یا نه ولی خب حال در خیلی از جوامع ازش استفاده میکنن شما اشاره فرمودید که از سال 2000 به این طرف اگه اشتباه نکنم فرمودید اتحادیه اروپا اون رو به عنوان یک سمبل خودش یا آرم خودش انتخاب کرده در بعضی جوامع دیگه ازش استفاده میکنن و این حقیقتا جالب هست که در دورانی که در بعضی جوامع مرتب صحبت از دیگر ستیزی میشه یا ایجاد حراس نسبت به دیگران میشه صحبت از دشمن میشه یک دشمن موهومی فرضی یا هر چیزی میبینیم در بعضی جوامع صحبت از وحدت در کسرت میکنن اما از نقطه نظر شاید تاریخی و سنتی برای بعضی ممکن این سوال مطرح بشه که ما از یک طرف صحبت از وحدت می‌کنیم یه وقت از طرف دیگه صحبت از کثرت می‌کنیم حتی در فلسفه و در الهیات فلسفی هم این دوتا مطلب گاهی در مقابل هم و متضاد با هم به کار برده میشه آیا این دو مفهوم متضاد هستن یا به چه مفهوم امروز استفاده می‌شه؟ البته از نظر لغتی این دو مفهوم متضادن بله. چون وحدت یعنی اینکه یکی شدن یگانه شدن همگون شدن و کسرت درست برخلاف اون است یعنی اینکه آهاد مختلفی کنار هم قرار دارن که هر کدوم ادعای برابری میکنن با دیگری و در نتیجه وقتی که ما میگیم وحدت در کسرت در این مفهوم یک تنش و تضادی وجود داره مفهوم وحدت همیشه وجود داشته در تاریخ تمدن بشر چون از نظر انسجام جامعه از نظر بقای نظام اجتماع وحدت همیشه لازم هست لازمه بقای جامعه هست و این وحدت در گذشته چون جوامع جوامع اقتدارگرا بودند یعنی جوامع سنتی جوامعی بودند که کسرت در اون حل می شده و وحدت مهم بوده و این وحدت رو با جبر و زور هم که شده بوده که اکثرا هم چنین بوده این وحدت رو برقرار می کردن. و وحدت همیشه چه در سطح فردی بوده در خانواده سنتی همیشه وحدت موقعی هست که زن مطیع شوهر باشه یعنی مرد چیرگی داشته باشه بر فرزندان و بر زنش و یا در جامعه اون حاکم مختدر موقعی میتونه حکومتش رو پا بر جا نگه داره که مردم در حال تمکین و اطاعت باشن یعنی همه اون کاری رو بکنن اون عقیده, رو داشته باشن که اون فرمان روا مایل هست این وحدت همیشه بوده در جوامع مدرن یک خورده این مسئله کسرت مطرح میشه که یک مسئله جدیدیه و حالا باید دید که چطور میشه که هماهنگی و هارمونی یا وحدت رو ایجاد کرد در حالی که این کسرت هم احساس وجودیت میکنه یعنی کسرت داره خود به خود در جوامع ما ایجاد میشه وجود داره و البته کسرت همیشه لازمه طبیعت بوده جزء طبیعت بوده ما وقتی در دنیای جماد نگاه کنیم عناصر مختلف داریم سنگ های گوناگون داریم در دنیای حیوانات انواع و اقسام حیوانات رو داریم که غنای طبیعت به وجود این انواع گوناگون حیوانات و موجودات است و یا حتی در بین انسان ها انسان ها هر کدوم از نظر ژنتیکی و از نظر خصائص فیزیکیشون به اصطلاح یک موجود واحدی هستند هیچ دو انسانی عین هم نیستن از نظر ژنهاشون و از نظر خصوصیاتشون در نتیجه طبیعیه که و بر اثر محیط زیستشون و تربیتشون اینها به نوع مختلفی بروز میکنه در نتیجه طبیعیه که هر انسانی یک برداشت دیگری داره یک باور دیگری داره و حالا چطور میتونیم این باورها رو حفظشون کنیم طبق اعلامی جهانی حقوق بشر این افراد رو حق و حقوقشون رو بهشون بدیم و در این حال در جامعه اتحاد رو اون وحدت رو حفظ کنیم این مفهوم وحدت در کسرت خب البته امروزه به خاطر اینکه تکنولوژی برای ما وسایلی فراهم کرده که همگان میتونن از طریق رسانه های مختلف اظهار نظر بکنن از طریق اینترنت از طریق این تارنماها از طریق از کنم که توییتر خیلی مثال دیگه و لزومی نداره که حتما یک ممبری باشه یک کنفرانسی جایی باشه سمیناری باشه که فقط اینها بتونن نظرشون رو با بقیه مطرح بکنن هر کسی دیگه این دسترسی رو پیدا کرده بنابراین این, این از نظری حالا شاید برای یکی از زمامداران یا برای یه مسئولان امور و اینا مشکلات ایجاد کرده اون وقت چون حالا هر کسی هم امکانی پیدا کرده که نظرات خودش رو با سایرین در میان بگذاره اما گذشته از مسئله اینکه این تکنولوژی این مطلب رو میسر کرده این مفهوم وحدت در کسد یک مفهوم مدرنی هست یعنی که در سابق هم بوده اما امکان گسترشش نبوده امکان بروزش نبوده خب همونطور که گفتیم وحدت لازمه بقای جامعه بوده و کسرت در طبیعت وجود داره بلد. به طور طبیعی وجود بلد. داره در اینکه بتونن در این با وجود کسرت وحدت رو ایجاد کنن این یک پدیده مدرنه بلد. و در گذشته حالا چه در سطح فردی حساب کنیم چه در سطح گروه های اجتماعی چون در دنیای مدرن بود که به اصطلاح نظریه آزادی خواهی به وجود اومد یا لیبرالیسم که هر بله. فردی حق وجودیت داره حق این داره که به عنوان شخص خودش بتونه سهم باشه و حقوق برابر داشته باشه ده. و بعد گروه ها به وجود اومدن یعنی وقتی تاریخ تمدن اروپا رو در نظر بگیریم ابتدا جنبش آزادی خواهی به وجود میاد بعد یه عده خودشون رو محافظ کار مینامن کسایی بودن که میگفتن باید ارزش های قدیمی و دینی رو حفظ بکنیم و بعد با شروع صنعتی شدن جوامع کارگران بر اثر شرایط نامساعد کاریشون قیام کردند که حق و حقوق کارگران رو بگیرن در نتیجه جامعه اروپا تقسیم شد به گروه های مختلفی که هر کدوم با هم در ستیز بودند حالا اون چه که در حکومت مردم سالار واقعا یکی از موفقیت های تاریخ بشر هست تونستن با وجود این تفاوت ها به این ترتیب وحدت رو ایجاد کنند که گفتن باید در یک حد اقلی ما همه با هم توافق کنیم و این رو در اصطلاح علم سیاست بهش میگن کانسنسوس اومنیوم یا کنزنزوس اومنیوم که لغت لاتینه یعنی اینکه یک حد اقل توافق باید وجود داشته باشه و بر این اساس هست که دموکراسی ها میتونن کار بکنن شما میبینید که وقتی که مبارزات انتخاباتی هست احزاب بر ضد هم هستن ولی بعد که انتخابات تموم شد میشینن با هم و سر یک میز مذاکره میکنن و کار میکنن برای اینکه اون حد اقل رو همه قبول دارن باید در یک مسائلی همه با هم توافق کنند که این میتونه یه حد اقلی باشه البته هر چی بیشتر باشه چه بهتر ولی در یک مسائل دیگه علاق مختلف گروه ها مختلفن در اونجا هست که باید هر کدوم حق این که اون علاق خودشون رو اون خواسته های خودشون رو ابراز کنن در اون نظام موجود باشه پس دنیای مدرن به این ترتیب مشکلش رو حل کرد که ما گروه های مختلف رو بهشون حق اجتماعات میدیم حق تظاهرات میدیم حق ابراز نظراتشون رو میدیم به وسیله آزادی مطبوعات به وسیله آزادی بیان آزادی اجتماعات که همه در اعلامیه جهانی حقوق بشر اینها همه یکی مواد مختلفی هستن که آورده شده و در عین حال که این آزادی ها رو به همه میدیم در یک اصولی باید اینها با هم توافق کنند و این اصول هم میتونیم این رو بگیم مثلا همون اعلامیه جهانی حقوق بشر که اینو به یک صورتی ادغام میکنن در قانون اساسی حکومت های مردم سالار ها. پس در به این ترتیب در دنیای مدرن کسرت که در گذشته امکان پذیر نبود چون حکومت حکم، حکمرانی مطلق بود در دنیای مدرن در حکومت مردم سالار کسرت امکان وجود پیدا کرده و در عین حال یک اصول کلی رو میذارن که میگن در این موارد باید با هم همه توافق داشته باشیم ولی یک اشکالی که هنوز ما داریم و این جهش دنیای مدرن هنوز تحقق پیدا نکرده این است که در گذشته این وحدت به وسیله نبرد و مبارزه و پیروزی ایجاد می شد یعنی ما ببینیم جنگ هایی که مثلا حمله مغول می آمدن و می زدن و می کشتن و به اون ملت یا به اون قوم چیره می شدن و بر اونا حکمرانی می کردن و وحدت رو اینجوری عوض می کردن. وحدتی که ناپلون در نظرش بود وحدتی که هیتلر در نظرش بود اینها به این صورت چیرگی یعنی مبارزه نبرد و پیروزی به دست می اومد در دنیای مدرن و دموکراتیک این پیروزی این نبرد و مبارزه و پیروزی رو اومدن گفتن باید بری از خشونت باشه یعنی خشونت رو دفعش کردن روش های انتخابات نبرد های انتخاباتیه ولی نبرد و پیروزی هنوز وجود داره این فرقش است که یعنی جهش مدرن انجام شده ولی هنوز به طور کامل ما نتونستیم اون رویه سنتی رو که مبارزه و چیره شدن بوده رو تحقق بش بدیم یعنی از این روش بگذریم که بتونیم عدالت بیشتری رو در جامعه داشته باشیم برای همین هم است که در اقتصاد ما میبینیم در سالهای اخیر که میگن نیولیبرالیسم این بازار آزاد به آزادی بیشتری رسیده در سطح جهانی ما میبینیم که ثروتمندان ثروتشون بیشتر شده و فقیرها هی دارن روز به روز فقیرتر میشن برای اینکه در این مبارزه اقتصادی اون کسی پیروز میشه که قوی تره یعنی در واقع مسئله عدالت هنوز اینجا مورد سوال هست دو نفر از نظریه پردازان افراد هم جامعه شناس هستن هم دستنکار اندرکار علوم سیاسی با هم همکاری کردن یک کتابی اخچاب کردن به نام Why Nations Fail که یکیشون استاد جامعه شناسی است در هاروارد یکیشون هم در MIT مفهومه حالا اسم کتابش به فارسی ترجمه نشده حالا شاید روز ترجمه بشه چرا ملت ها شکست میخورن یا موفق نمیشن در اداره جامعه خودشون از جمله مطالبی که ذکر میکنن همین مسئله عدم اعتدال سیاسی است که شما بهش اشاره فرمودید که از جهتی وحدت هست و از جهتی اما از هر کدوم که بخواد به حد افراد کشیده بشه افراد یا تفرید یک نمونهش مثلا مثال میزنن که در مسئله سیاست مداری اگر یک حکومت مرکزی وجود نداشته باشه تا یه حد خاصی نمونهش مثلا, مثلا مثل کشور سومالیا میشه مثلا الان که حالت ملک و توایفی داره به خاطر نبودن یک حکومت مرکزی سنترال گورنمنت میبینیم که واقعا یک سازمانی در این کشور نیست و خیلی هر هرج و مثالش جاهای دیگه بوده هست همین آسیای ما هم مشابه سیات است و از طرف دیگر اون حکومت مرکزی اگر اون بخواد به تفرید بره اون وقت جنبه استبداد پیدا میکنه و هیچ جنبه دموکراسی پیدا نمیکنه کسی اجازه نداره اظهار نظر بکنه یا فعالیت اجتماعی سیاسی و غیر, اینها داشته باشه برای به نظر می رسه این بی ربط به این مسئله وحدت در کسرت نیست که شما بهش اشاره میفرمایید که اون جنبه اعتدالش رو باید حفظ کرد حالا بنده سال دیگه که میخوام بکنم درباره ایران و جامعه ایرانی هست اما اجازه فهمید یک تنفسی بدیم برگردیم و بعد اون وقت سوالم رو مطرح میکنم بینندگان عزیز از شما دعوت میکنم به قطعه برنامه کوتاه توجه بفرمایید تا ما صحبتمون رو با خانم دکتر فرح دوستدار ادامه بدیم بینندگان عزیز سپاسگزارم که با ما هستید ما امروز در خدمت خانم دکتر فرح دوستار هستیم و با ایشان در مورد مسئله کسرت در وحدت یا وحدت در کسرت در به گفتگو نشستیم و انعکاس این مطلب در زمین های مختلف از جمله مسائل حکومتداری مسائل اجتماعی و غیره بسیار مطالب شیرین و قابل توجهی است خانم دوستان میخواستم بپرسم که به نظر شما به طور کلی حالا این جنبه قضاوت کردن داره ولی چرا ما ایرانی ها با این مسئله وحدت در کسرت مشکل داریم خیلی سوال مهمیه برای بر اینکه واقعا هم مشکل داریم بره. ما ایرانی ها به قول معروف یه پامون در جامعه سنتیه و یک پامون در دنیای مدرنه و ما هنوز این جهش از دنیای سنتی به مدرن رو انجام ندادیم برای اینکه موقعیت جامعهمون تمام سعی بر این هست که اون های سنتی باقی بمونه و این ساختارهای سنتی در مغز ما ایرانی ها هنوز وجود داره و اینها چیه ما گفتیم که در جوامع سنتی همیشه به با جبر و زور حالا این جبر و زور میتونه با خشونت باشه میتونه بری از خشونت باشه وقتی که من در عقیدم پافشاری میکنم و میخوام به شما یک چیزی رو ثابت کنم این یک نوع جبره ده. یعنی شما رو میخوام مجبور کنم که همان گونه فکر کنین که من فکر میکنم و در جوامع سنتی همیشه یک عقیده بر عقیده دیگه پیروز میشده که بتونن اون همکاری به وجود بیاد یا اینکه همکاری که چه میشه همکاری که چه ارز کنیم اون حالتی به وجود بیاد که دو دستگی نباشه حالا در دنیای مدرن این توافق به وسیله بری از خشونت از راه های بدون خشونت و از طریق قرارداد و مذاکره و محاوره و مشورت است بهم. یعنی اینکه در اثر مذاکره و مشورت و محاوره ما به یک توافقی میرسیم بر اساس اینکه قبلا یک اصولی رو هر دو طرف قبول داریم یعنی ما یک چیز رو مبدا قرار میدیم فرض کنیم ما میتونیم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبدا قرار بدیم بگیم این اصول این سیماد ماده رو ما همه قبول داریم حالا بر اساس این توافق می میشینیم ببینیم که چجوری میتونیم علایق خودمون رو با هم هماهنگ بکنیم ما هنوز در فکرمون ما این آگاهی رو پیدا کردیم لاقل روشن فکرهای ما خیلی از ایرانی ها حالا چه در داخل مملکت چه در خارج از مملکت به این آگاهی رسیدن ولی هنوز در اون زوایای فکری ما اون رویه سنتی که من باید شما رو مجاب کنم من باید شما رو قانع کنم به شما اثبات بکنم که عقیده من نظریه من صحیح تره حالا اگر که ما گروه های چپی هستیم خیال میکنیم باید راستی ها رو متقاعد کنیم اگر حالا بگیم حالا هر چی هستیم جمهوری خواه هستیم باید ثابت کنیم که اون یکی های دیگه برحق نیستن درست نیستن و این همیشه باعث شده که ما هیچ وقت نتونیم به توافق برسیم در صورتی که برای رسیدن به اتحاد و توافق اول باید در این مسئله همقول بشیم که ما باید از این سالن مذاکره هر دو راضی بریم بیرون بدون اینکه کسی دیگری رو مجبور کنه ولی در عین حال باید ما گفتیم که در دموکراسی پلورالیستی بهم. میگن کانسنسوس اومنیوم بله. یعنی یک توافق یک اجماع حد اقلی به. یک توافق حد اقلی باید وجود داشته باشه و این ما هنوز شاید به این توافق به ظاهر فکر میکنیم که باید ایجاد بشه ولی هنوز در اعماق قلبمون در اعماق فکرمون هنوز این فکر هست که ما باید گروه ما یا ایدئولوژی ما یا نظریه ما چیره بشه بر دیگری و من فکر میکنم این موضوع هست که مانع همکاری ما ایرانیا میشه یعنی ما هنوز یک پامون در جامعه سنتیه و ولی دلمون میخواد که نشون بدیم یا بگیم که ما در جامعه مدرن هستیم در صورتی که باید به کلی از اون جامعه سنتی خارج بشیم و بیایم به جامعه مدرن که قبول کنیم که ما باید توافق کنیم ما باید مذاکره کنیم به توافق برسیم به قرارداد برسیم و بر این قراردادمون پایدار باشیم این از اصولیه که در جوامع مدرن لاعقل میرسیم به این جوامعی که دموکراتیک میگیم اونها رو و پلورالیستی میگیم که البته باز هم اینها هم مشکلاتی دارن که بعد باید ببینیم که چجوری اونها رو برطرف کنیم ممنونم آخرین سوالی که میخوام از شما بکنم خانم دوستار این هست که در آثار باهایی خوب صحبت از وحدت و کسرت شده در این حال صحبت از مسئله تنوع و اختلاف شده تمایز در واقع تعریفش فرق میکنه تمایز قائل شدن بین اون که بهش میگیم اختلاف و تنوع حالا نمیدونم اینها حال رو شما به هم مربوط میبینید یا نه ولی از نقطه نظر دیانت باهایی این مسئله وحدت در کسرت چطور مورد بحث قرار گرفته به خصوص که خب شما فرمودید این مسئله یک تقریبا مسئله است که جامعه مدرن باهاش سر و کار پیدا کرده اما خب آثار دیانت باهای بر برمیگرده به صد و خورده سال قبل چطور در آثار دیانتباهی این مطلب مطرح شده؟ از دید بهایی همونطور که شما عنوان کردین وحدت همیشه وحدت در کسرته دل. ولی خب اول باید این کسرت رو حفظش کرد دل. یعنی باید محافظتش کرد از نظر حقوقی و از نظر فکری و اخلاقی دل. محافظه این کسرت خب در تعالیم بهایی پیش بینی شده اینکه ما مه... 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 کسی نداریم که عقیدش بر دیگری برتری داشته باشه ده. همه مساوی هستند هر کسی حق نظریه خودش رو داره ولی تصمیم همیشه در گروه گرفته میشه ده. گروهی است در محفل گرفته میشه در... یا در سطح بالا در بیت العدل گرفته میشه که گروهی هستند ولی افراد اون گروه همه دارای حقوق مساوی هستند و افراد باهائی هم همه حق انتخاب باورهاشون حق نظریات شخصیشون تا اون حدی که مربوط به خودشونه آزادی دارن و همه با هم برابر هستن یعنی برابری اساس آزادی و اساس اون وحدت هست ده. وحدت همیشه با یک کلمه مترادف هم داره اتحاد ده. اتحاد یعنی اینکه هماهنگی با هم توافق با هم اه، اه، یکی شدن وحدت بیشتر حالت قراردادی داره وقتی که ما میگیم که وحدت ایجاد میشه یعنی اینکه بیشتر به وسیله قرارداد ما این وحدت و یگانگی رو ایجاد میکنیم اتحاد یک درجه یک بود عاطفی و احساسی داره یعنی اینکه علاوه بر اینکه ما قراردادی با هم توافق کردیم ما از نظر عاطفی هم خودمون رو موظف میدونیم که حق دیگری رو رعایت کنیم و در عین حال با هم با روش مسالمت آمیز مذاکره و مبادله بکنیم از این نظر هست که میتونیم بگیم که یعنی من از نظر شخص من تعالیم باهایی یا آین باهایی این جهشه از جامعه سنتی رو به جامعه مدرن به طور کامل انجام میده یعنی اینکه این مبارزه و پیروزی ما گفتیم که خصوصیت وحدت در جوامع مدرن نبرد و مبارزه و پیروزیه بس. در جوامع در جامعه سنتی, بس سنتی بس. در جوامع مدرن این پیروزی و نبرد و اینا هنوز برقراره ولی خشونت دیگه نیست مذاکره هم میکنن مذاکره و محاوره و مشورت و همه اینها ولی هدف اینه که پیروزی ایجاد بشه یعنی چیرگی یک نظریه بر نظریه چیرگی یک حزب بر حزب دیگه یا احزاب دیگه از دید بهایی این جهش سنت به مدرنیته کامل میشه یعنی اینکه توافق ما اتحاد ما یا وحدت ما به وسیله نبرد و مبارزه و چیرگی و پیروزی ایجاد نمیشه بلکه به وسیله مشورت و شفقت <applause> یعنی مشورت اون بود قراردادیشه شفقت اون بود اتحاد احساسی عاطفیشه یعنی اینکه ما باید با هم توافق کنیم در حالی که همه هر کدوم یک نظر مختلفی داریم در حالی که گوناگونی وجود داره علایقمون مخت... متفاوته ولی ما این ایمان و این باور رو داریم که ما این تبادل علایق و منافع رو با روش مشورتی و مذاکره و قرارداد می کنیم، در حالی اینکه اون شفقت رو اون مهربانی رو اون نوع دوستی رو اون رابطه عاطفی رو هم اون رو هم از بین نمیبریم بلکه بهش توجه داریم من فکر می کنم یک درجه تعالیم بهایی از دموکراسی های پلورالیستی یا کسرتگرا فراتر میرن و اون بود شفقت و محبت و یگانگی رو توام میکنن با اتحادی که هم قرار دادیه و هم با اون بود عاطفی رو در نظر داره خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید این مطلبم به خاطر مسید طبق مطلبی که شما توضیح دادید که در واقع جامعه ای که افراد باهایی دارن کوشش میکنن به وجود بیارن برای آینده بشر در واقع جامعه ای است که استوار بر همین اصول مشورت، شفقت، وداد هست و, و صحبت ما یا من منظور افراد بهایی و تعالیم دیانت بهایی از در واقع مشورت و نظرخواهی اینها این نیست که با یک ایده خاصی آمده باشیم که از یک موضع خاصی در مشورت در جلسات مشورت و محاوره از اون دفاع بکنیم بلکه آمدیم هدفمون این هستش که به اون اتحادی که شما فرمودید برسیم و طبیعتا نوع برخورد ما نوع مکالمه ما و گفتگوی ما گفتمانی که داریم این نیست که نظریه خودمون قالب بشه بر بقیه بلکه, بلکه همگی بتونیم اون حقیقت رو در این تماسا و گفتمان بهش برسیم و انشاءالله اون رو پیدا بکنیم و همین بود اتحاد و وحدت و عاطفی و احساسی موجب شده که جامعه بهائی تونسته وحدتش رو حفظ بکنه و هیچ یک از ناملایماتی که هر جامعه به طور طبیعی باهاش روبرو هست نتونسته وحدت جامعه رو از بین ببره برای اینکه این وحدت بر اساس کسرت هست بر اساس شناخت گوناگونی ها هست و در عین حال اون همبستگی که بر اساس اون همبستگی اون کسرت ها امکان ظهور و بروز پیدا میکنه خیلی ممنونم این نکته من در انتها اشاره بکنم این وقت دیگه شما در کسرت که شما به اشاره فرمودید فقط متعلقه به یک فرهنگ نیست مثلا همین سازمان های جامعه هایی که اشاره فرمودید محافل روحانی این بنیاد های شور و مشورت در قریب شاید بیش از دویست کشور در عالم الان اینها وجود دارند و با وجود در بطن فرهنگ های مختلف هستند اقوام مختلف، نژادهای های مختلف زبان های مختلف و غیره اما همه همون اصول رو پیروی می کنند و همونطور که فرمودید اون اتحاد جامعه حفظ شده به خاطر این نوع در واقع صفات و مشخصاتی که شفقت، محبت، وداد و غیره شما بهش اشاره فرمودید بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دارید من خیلی لذت بردم مطمئنم که بینندگان عزیز هم خیلی استفاده کردم امیدوارم در خدمت در موقعیت دیگری بتونیم خدمت شما باشیم و مجددا با هم گفتگو داشته باشیم منم به سهم خودم خیلی تشکر میکنم از دعوت شما قایش میکنم همینطور بینندگان عزیز بسیار از شما سپاسگزاری میکنم که به برنامه امروز ما توجه فرمودید تا نوبت دیگری که در خدمت شما خواهیم بود شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم جان و روانتان خوشم.